ثبوت از خوردن حق نیازمندان توسط آقا بیادر. سلام، وقت بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای کانال ما خوش آمدید. لطفا تا آخر این ویدیو مرا همراه باشید. فراموش نکنید کانال را سابسکرایب کرده ویدیو را لایک و شیر کنید. آقا بیادر که نزدیک به 1.5 سال می شود مصروف برنامه سازی در یوتیوب به نام آقا بیادر و کانال خنده است. معلوم می شود پول زیادی را از این راه پیدا کرده است. بیشتر کسانی که قبل از این کار با چهره آقا بیادر آشنا بودند می دانند که قبل از شروع کردن برنامه های خیریه او یک دکان شخصی که چندان فروشات هم نداشت در آن مصروف بود و شرکت مایه گلرنگ یک موتر سوزوکی که لوگوی مایه زرشویی مانند یک بیلر در بالای موتر بود هدیه گرفته بود. زمانی که این برنامه ها شروع شد، حالا شما خودتان قضاوت کنید که تا 1 سال صاحب موتر فرونر و 3 دکان شده است. از زبان خودش بشنوید، خودتان قضاوت کنید آیا با گرفتن $10 یک شخص صاحب پول می شود؟ گرچه تو هنوز خانه ای که در ترکیه گرفته چیزی نگفته است و الله اعلم. و بعضی کسا را سرمی زور داده که تو آقا بیادر امروز داره مرا خدا داده. چی داری؟ میگن که موتر داره، یک موتر فرونر داریم که این بالا من 3 تا. یکی در شرک آریا است، یکی در فاز اول شرک آریا، یکی دوم، یکی هم چهارای شهید. خوب از راست خو میگی. سه تا سوپرمارکت است. اگه 1 روپیه میام به ما او بخوره به ما رام باشه. با کسایی دادیم که کار میکنه، کسایی که در پرورشگاه 2000 خلاص میکنن، روارا جلسه میگشن از کار. همین اشخاص هستند که با بهانه های کمک و یاری فیصدی زیاد پول را به خود میگیرن. همین است اگر 100 سال دیگه هم از خارج به فقرا پول روان شود، باز هم آن فقیر را هر زمانی که ببینید به همان حالت است. هیچ حالت او خوب نمی شود، ولی اشخاصی که در رأس این کار هستند پولدار شده می روند. اما یک کمی فکرتان به کار بندازین دوستای عزیز که یا کلشان دزد هستند و می کسایی که به بعضی ها کمک میکنن از خارج پول روان میکنن. دوستای عزیز براتان 100% ضمانت میتم، عین ما و شما میگفت مرا یادداشت بگیرین، 100 سال دیگه هم پیسه رایی کنین. اگر امی مردم افغانستان سیر شد و گفت که بس پیسه تان رسید دیگه کل، اگه سیر شد بیاین توف کنین در روی من، به خاطر چی تو نمیشه؟ به خاطر ازی که شما وقت پیسه رایی میکنین 4 نفری که مسئول هستن انمیا پولدار شده میرن، انمیا پولدار شده میرن و یا نمیگنم که بس شما هر قدر پیسه رایی کنین در جیب چند نفر میره و این دقیقا مثل همو چغل یا مثل همو چیز سوراخ میمونه که هر قدر او بندازی شررس پایین رفته رسی پر نمیشه و دقیقا انیمیز بدبختی ما و شما. و چرا یا به دزدی رو آوردن، چرا مثلا نیقدر با جرات میان پیش روی کمره از خود دفاع میکنن؟ دلیلش ای است که یا میفهمن پیش کمره ما بیایم از خود از دزدی های خود دفاع کنیم، یک 4 تا کلمه را سر هم بانم و مردم بگیم که والا ما آدم خوب هستم، مردم باور میکنن. از این خاطر من قرار به شرم انسان هستم و بی وجدان هستم، یعنی میتونم من 4 تا گپ میذارم مردم باور میکنن آقا والا تو شما راست میگین و دزدی است که جریان داره دوست عزیز.